بخش 13 کتاب شاه کشدار نکرد. دوستان در بخش قبلی رسیدیم به اینجا که در نیمه دوم سال 1355 دی ماه سال 1355 آجی میکارتر می شود رئیس جمهور جدید آمریکا، وارد کاخ سفید میشه. گفتیم که جیمی کارتر هم در دوران انتخابات و هم از زمانی که وارد کاخ سفید می شود از جمله مسائلی که مطرح می کرده حقوق بشر بوده. اینکه حقوق بشر برای آمریکا اهمیت داره یا باید داشته باشه و در اولویت سیاست خارجیش است. منتها گفتن این به هیچ روی به این معنا نیستش که یک آیین‌نامه‌ای، یک مصوبه‌ای، یک دستورالعملی، یک ابلاغیه‌ای از کاخ سفید یعنی رئیس جمهور جدید صادر می‌شود برای کشورهای دیگر که من بعد در زمینه حقوق بشر مثلا شما باید اینجوری رفتار کنید، اونجوری رفتار بکنید. خیر، خیر، خیر. آنچه بوده فقط صحبت بوده که ما به اصول حقوق بشر پایبند هستیم، احترام میگذاریم، برامون اهمیت داره، ولی هیچ دستورالعمل اجرایی مشخصی به دنبالش نبوده، وجود نداشته. نکته دوم این که اساساً شاه با دموکرات‌ها خیلی به قول امروزی ها خیلی حال نمی کرده، آبش با دموکرات ها خیلی توی یک جوب نمی رفته، در عوض با جمهوری خواه ها سری سوا داشته. دلیلش هم خب روشنه دیگه، حالا حتما نباید شما یه دکترا در روابط بین المللی داشته باشین که رو بفهم. جمهوری خواه ها در مجموع خیلی اهمیتی واسه تغییر و تحول مدنی، حقوق بشر، اینجور چیزا هیچ وقت قائل نبودن. دموکرات ها به عکسش حالا حداقل در لفظ این مسائل رو مطرح کردن. اینکه حالا چقدر بهش وفادار بودن، چقدر از کشورهای دیگر، رژیم‌های دیگر، متحدینشون غیره چقدر خواستن که باید رعایت بکنن و قصه لحاظا، بله کاملا جای بحث داره، ولی حداقل در نطق و بیان دموکرات ها یه جور پایبندی به این جور چیزا نشون میدادن دیگه. حالا مثلا در دوران خودمون آقای اوباما رو مقایسه کنیم با دونالد ترامپ. دونالد ترامپ جمهوری خواه بود، اوباما در حقیقت دموکرات بود. نمیتونیم بگیم هیچ فرقی با هم دیگه نداشتن که. حالا شاه وقتی که کندی در سال 1340 شد رئیس جمهور و صحبت از تغییر و تحول و اصلاحات اینها کرد، شاه میتونست بفهمه که چی میگه، چی میخواد، و یه اقداماتی هم گفتم در صحبت‌های دیشبم
یه اقداماتی هم شاه انجام میده، حالا علی امینی میاد سر کار و قصه هازا. اما مشکلی که شاه با جیمی کارتر داشت این بود که نمیفهمید درست که جیمی کارتر چی میگه، چی میخواد. وقتی صحبت از حقوق بشر میکنه یعنی دقیقاً چی، انتظاراتش چی هستش؟ وقتی صحبت از دموکراسی میکنه، وقتی صحبت از آزادی میکنه، دقیقاً مقصودش چه جور تغییر و تحولاتی است که انتظار داره مثلا کشورهای دیگر اونا رو بیان انجام بدن. مسئله دیگری که مطرح شد برای شاه سال 55، نیمه دوم سال 55، این بود که کندی به شدت ضد کمونیسم بود. حتی جهان را در تا آستانه جنگ جهانی پیش برد، وقتی که روس‌ها می‌خواستن موشک‌های بالستیک رو انتقال بدن به کوبا، متحدشون کندی گفتش که نه، این امنیت ما رو به خطر می‌اندازه و ایستاد، گفت ما اجازه نداد که ناوشکن‌های به اصطلاح شوروی به کوبا نزدیک بشن که بتونن اون موشک‌ها رو هم بکنن. اما خب این برای شاه خیلی جالب بود، چون شاه به شدت ضد کمونیست بود و هراس داشت از کمونیستا. اما مشکل دوم اساسی شاه با جیمی کارتر این بودش که جیمی کارتر به نظر میرسیدش که هیچ نگرانی، هیچ دشمنی، هیچ بغض و کینه‌ای نسبت به کمونیستا نداره، از جمله نسبت به کوبا، و یه جوری راجع به کوبا خودش و دولت برداش صحبت میکردن که انگار نه انگار که این فیدل کاسترو کمونیسته، انگار نه انگار که این رژیم حاکم بر هاوانا یه رژیم کمونیستی هستش که داره به نهضت‌های کمونیستی در اینجا و اونجا، به خصوص در آفریقا داره کمک میکنه. نقل قول براتون بخونم که چرا شاه در حقیقت نگران ضد کمونیست نبودن حکومت جدید آمریکا، دولت جدید آمریکا نیست. این نقل قول دارم براتون میخونم. رژیم فیدل کاسترو که در زمان کندی آمریکا را تا پای رودرروی نظامی با شوروی کشانده بود، اکنون نه تنها دیگر تهدیدی به شمار نمی آمد، بلکه واشنگتن صراحتا خواهان برقراری رابطه با کوبا و حداقل ایجاد نوعی تفاهم با هاوانا شده بود. نماینده آمریکا در سازمان ملل حتی از این هم پا را فراتر گذارده و نه تنها اشارات تمجیدآمیزی نسبت به هاوانا ابراز می‌داشت، بلکه معتقد بود حضور نیروهای نظامی کوبا در آفریقا نقش مثبتی در برقراری صلح و ثبات منطقه بر عهده دارد. به نقل از اطلاعات روزنامه اطلاعات دهم اردیبهشت 1356، از دید شاه هراس انگیزتر از سخنان نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل، سخنان رئیس جمهور جدید آمریکا چند هفته بعدش در دانشگاه
نوتردام فرانسه بود. کارتر در آن سخنرانی تاریخی که دنیا را شگفت زده ساخت، رسماً اعلام کرد که دوران جنگ سرد به پایان رسیده و این فقط تنها جمله عجیب اون سخنرانی نبود. در دانشگاه نوتردام کارتر میگه که ترس مفرد از کمونیسم در گذشته فکر ایالات متحده را مشوش کرده و به پناه دادن و حمایت از دیکتاتورها در اطراف و اکناف دنیا سوق داده بود. اما دیگر آمریکا نباید از کمونیسم بترسد، به نقل از کیهان دوم خرداد 1356. نیازی نبود که کسی از شاه بپرسه که آیا اعلیحضرت تصور نمی‌کنن که ممکن است یکی از آن دیکتاتورهای مورد نظر جیمی کارتر رژیم ایران باشد، چون رژیم ایران سری سوا داشت با واشنگتن، با آمریکا. در حقیقت یکی از دلایل پیوندهای مستحکم میانه محمد رضا شاه پهلوی و آمریکا مسئله کمونیسم بود. یکی پس از دیگری رؤسای جمهور آمریکا روی اینکه شاه رژیم شاه باید تقویت بشه واسه اینکه ایران 2000 کیلومتر مرز مشترک با اتحاد شوروی داره، روی این تاکید کردن. حالا یه رئیس جمهوری اومده میگه که اصلا کی گفته که ما از کمونیسم باید بترسیم؟ کی گفته ما باید از کمونیسم هراس داشته باشیم که بیایم رژیم های دیکتاتوری رو به صرف ترس از کمونیسم بیایم تقویت بکنیم؟ ببینید، شما خودتون رو بزنید چای شاه در سال 55 56 وقتی این صحبت ها رو دارید میشنوید. به هر حال شاه چه خود و رژیمش را مستاق یکی از آن دیکتاتوری های مورد اشاره رئیس جمهور جدید آمریکا میپنداشت یا نه، مسئله مهمتر آن بود که رهبران جدید آمریکا آشکارا سخن از تغییری اساسی و استراتژیک در سیاست خارجی آمریکا مطرح ساخته بودند. تغییری که کمترین تبعات آن این بود که آمریکا دیگر حاضر نبود از رژیم شاه در برابر تهدید کمونیسم دفاع نماید. جیمی کارتر داره میگه عمری ما این کاری کردیم، یه عمری به خاطر ترس از کمونیسم آمدیم از رژیم‌های مختلف، رژیم‌های دیکتاتوری آمدیم حمایت کردیم، ولی ما که واسه چی ما باید از کمونیسم بترسیم؟ این تغییری که جیمی کارتر داره به وجود میاره، تغییری که کمترین تبعات آن این بود که دیگه آمریکا حاضر نبود از امثال رژیم ایران در برابر تهدید کمونیسم دفاع نماید. اما این همه نگرانی شاه نبود. او که اخلاقیات جدید دولت مردان آمریکایی را به هیچ روی باور نمی‌کرد، چون قبلا هم عرض کردم خدمتتون تصور شاه آن بود که توافق میان دو بلوک شرق و غرب صورت گرفته، روس‌ها حاضر شدند مناطقی رو با آمریکایی‌ها واگذار کنند و متقابلا آمریکایی‌ها هم مناطقی را به روس‌ها. شاه تصورش اینا بود. یعنی وقتی جیمی کارتر صحبت از حقوق بشر اینها میکنه، شاه پوزخند میزده، میخندیده. شان گفته آه من که میتونم اینا داستان چیه، اینا همش این مهملاتی که شما دارید میگید، اینا من میدونم که شماها با هم دیگه معامله کردین، جیمی کارتر با آمریکا با اتحاد شوروی، شما با کمونیسم کنار اومدین، این مسئله که دیگه ما نباید از شما بترسیم و نمیدونم اینا همه حرف مفته. از نظر شاه شما کنار اومدین، قرار شده که یه بخشایی از جهان، این کره خاکی که قلمرو اتحاد شوروی بوده، واگذار بشه به آمریکایی‌ها.
و آمریکاییام یه جاهایی رو که قلمروشون بوده واگذار کنن به اتحاد شوروی. واقعا این نظر شاه بوده، شاه به یه همچین چیزی اعتقاد داشته. همونجور که به این که غربیا دارن حسادت میکنن از پیشرفت‌های ما، همینجور که میگفته دشمنیشون از زمانی شروع شد که من سر نفت ایستادم، شاه به این چیزا باور داشته. و نمیدونم، ما دستگاه دروغ سنج نداشتیم که بیایم اینو وصل کنیم به شاه. ببینیم شاه وقتی میگه که آمریکا و شوروی با هم دیگه کنار اومدن و دارن جهان رو تقسیم میکنن، دیگه دستگاه ما نداریم که بگیم آیا واقعا اعتقادش بوده یه همچی چیزی، یا اینکه مثلا اینو برای افکار عمومی میگفته. من معتقدم که اینا اعتقادش بوده. من معتقدم این که میگفته که غربیا حسودیشون شده از پیشرفت‌های ما اعتقادش بوده. این که میگفته که غربی‌ها دارن با من دشمنی میکنن چون من حاضر نیستم قیمت نفت رو بیارم پایین، اعتقادش بوده. این که میگفته که آمریکا و شوروی با هم دیگه کنار اومدن، جهان رو بین خودشون تقسیم کردن، اینجاها مال اتحاد شوروی میشه، اونجاها مال آمریکا میشه، اینا واقعا اعتقاداتش بوده. تصورش اون بود که توافق میان دو بلوک شرق و غرب صورت گرفته و این سخنرانی ها اینا دیگه، حالا اینا مثلا خیلی چیز نیست. روس ها، مسکو، حزب کمونیست اتحاد شوروی حاضر شدن مناطقی را به آمریکا واگذار کنند و متقابلا آمریکایی ها هم مناطقی را به روس ها. موضع‌گیری های جدید رهبران کاخ سفید در برابر بلوک شرق از دید شاه فقط یک معنی می توانست داشته باشد: به زیر سوال رفتن توافقات و تفاهمات نظامی، دفاعی و امنیتی میان تهران و واشنگتن. چون شاه پیمان دفاعی داشت، نمیدونم سنتو بود، این بود، اون بود، و حالا سوالی که پیش میاد این است که خب حالا اگه قرار بشه که ایران مثلا بره زیر حمایت اتحاد شوروی بشه، به اصطلاح مال اتحاد شوروی بشه، در مقابل یه جای دیگر روسا بدن به آمریکایی‌ها، خب از تکلیف این 25 سال از 28 مرداد به این ور، این پیمان ها، این چیزهای دوجانبه دفاعی، امنیتی، غیره غیره که ایران با آمریکا داشته، خود تکلیف اینا چی میشه؟ این که آیا در عالم واقعیت چنین توافق میان آمریکا و شوروی صورت گرفته بود یا نه، چندان اهمیت نداشت. مهم تصورات شاه بود. او در دنیای توهمات خودش احساس می‌کرد که تغییر و تحولاتی در آمریکا به وجود آمده، تغییر و تحولاتی که از دید او نگران کننده و به زیان ایران بود. رفتارهای شاه در بسیاری از موارد بیش از آن که مبتنی بر واقعیات باشند، مبتنی بر تصورات و حدس و گمانه‌زنی های خودش بودند. پیشتر هم دیدیم که او اصرار داشت که اعتراضات و تظاهرات مردم علیه رژیمش را برنامه ریزی غربی ها بداند، به دلیل اصرارش در بالا بردن قیمت نفت. حالا هم جایگزین شدن سیاست خصمانه و تداوم جنگ سرد در قبال کشورهای کمونیستی، یعنی جایگزین شده اون سیاست دو قطبی رقابت و دشمنی بین شرق و غرب، حالا جایگزین شده با چی؟ جایگزین شده با تعریف و تمجید از کوبا. فیدل کاسترو تبدیل شده به سیاستی آشتی جویانه از طرف دولت جدید آمریکا. بنابراین اینا رو شاه یک پکیج به قول امروزی ها، یک توافق میان آمریکا و شوروی میپنداشت، توافقی که عرض کردم حسب آن واشنگتن و مسکو با یکدیگر کنار آمده بودند و مناطقی را به یکدیگر واگذار کرده بودند. او واقعا نگران بود که مبادا ایران در چارچوب آن توافق به روس‌ها واگذار شده باشد. ببینید، شاه نمیگفت قطعا این شده، شاه حدس میزد که این که اینا آمدن دارن از کمونیسم تعریف میکنن،
پس حتما یه توافقات بینشون صورت گرفته، چون جیمی کارتر که کمونیست نبوده که، سایرس فنس که کمونیست نبوده که، برژینسکی کمونیست نبوده که، هارولد براون که کمونیست نبوده که، این دولت مردان آمریکا اینا که کمونیست نبودن. پس اینکه اینجوری دارن با کوبا رفتار میکنن، با کمونیسم رفتار میکنن، این پس یه جور سازش هستش دیگه. حالا شاه اون وقت به فکر فرو رفته که تو این سازش که صورت گرفته ایران کجا قرار میگیره، ایران هم تو این زد و بند، مثلا ایران قراره بشه به اصطلاح جزء احباب جمعی روسیه، یا وضع ایران چی میشه توی این توافق کلانی که بین آمریکا و شوروی صورت گرفته. شاه واقعا نگران بود که مبادا ایران در چارچوب آن توافق به روس‌ها واگذار شده باشد. شاه این نگرانی را در دیدار با مقامات و رسانه‌های آمریکایی بارها در میان می‌گذاره. بارها و بارها توی مصاحبه‌هایی که شاه می‌کنه با حالا خواهیم دید با مطبوعات مهم اروپایی و آمریکایی این مسئله را مطرح می‌کنه. میگه آقا شما متعهدید به ما، به آمریکایی‌ها میگه، به غربی‌ها میگه، خب شما متعهدید به ما، شما نمیتونید همینجوری بیایید و ما رو به اصطلاح بندازید توی بلوک روسیه. شاه این نگرانی را در دیدار با مقامات و رسانه‌های آمریکایی بارها در میان می‌گذارد. او می‌خواهد مقامات جدید کاخ سفید را متوجه نماید که در قبال ایران تعهداتی دارند، از جمله به خبرنگار مجله معروف نیوزویک که برای مصاحبه با اعلیحضرت به ایران آمده. وقتی خبرنگار نیوزویک از اعلیحضرت میپرسه که اعلیحضرت از وقوع چه حوادثی در آینده بیمناک هستند، شاه بلافاصله پاسخ میده که بیشترین نگرانیش از افزایش تسامح و بی‌بندوباری سیاسی در غرب است. میفهمی مقصودش چی هستش دیگه؟ تسامح و بی‌بندوباری یعنی اون قرص و محکمی که شما در برابر کمونیسم ایستادید، اون الان معلوم نیست چی شده، میدونید؟ اون الان خیلی شلوول شده. میگه لغت بی‌بندوباری رو شاه ازش استفاده میکنه و ادامه می‌دهد که اگر وضع در غرب به همین ملمال ادامه یابد، یعنی همین که اینجوری شما هی دارید نزدیک میشید، لاس میزنید با کمونیسم، میگه اگر این وضع به همین ملمال ادامه یابد زودتر از آنچه که شما غربی ها فکر میکنید، جوامع غربی در زیر ضربات چکش فاشیسم و کمونیسم متلاشی خواهد شد. این مصاحبه شاه با نیوزویک ترجمه شده و در روزنامه رستاخیز 18 آبان 1356 چاپ شده که بنده این نقل قولا رو از رستاخیز 18 آبان 56 روزنامه رستاخیز 18 آبان 56 براتون آوردم. پر واضح بود که شاه بیش از آن که نگران صدمه به جوامع غربی در نتیجه آنچه که او تصور میکرد کنار آمدن دولت جدید آمریکا با کمونیسم است، نگران وضعیت امنیتی کشور خودش بود.
از دید شما اگه میخواین هر کاری با روسیه بکنین بکنید، نابود بشه، میخواین فاشیست بیاد حکومت بکنه بهتون، کمونیست بیاد حکومت بکنه، به جهنم. خودتون که دلتون برای خودتون نمیسوزه، اما تکلیف ما چی میشه این وسط اگر شما با اتحاد شوروی کنار آمده بوده باشین؟ در نتیجه این تصور روز به روز در شاه بیشتر می شدش که واقعا یه تغییر تحولاتی به وجود آمده. چند روز بعد از آن مصاحبه با نیوزویک، شاه در مصاحبه دیگری، این بار با روزنامه شیکاگو تریبیون، نگرانیش را از شان خالی کردن واشنگتن در قبال تعهداتش نسبت به ایران با صراحت بیشتری ابراز میکند. خبرنگار که ظاهراً از سیاستهای جدید جیمی کارتر پشتیبانی میکند، مثلا طرفدار جیمی کارتر بوده، به شاه میگه که مردم آمریکا و برخی از اعضای کنگره به تدریج از افزایش حضور کارشناسان و نظامیان آمریکایی در ایران نگران شدند که در صورت بروز درگیری در کشور شما ممکن است آمریکایی ها هم درگیر شوند. میفهمین چی داره میگه دیگه خبرنگار شیکاگو تریبیون داره به شاه میگه که خیلی آمریکایی الان ایران هستن، 40-50 هزار آمریکایی الان ایران هستن، خیلی هاشون توی ارتش مستشارن یا هر سمت دیگری که دارن. میگه خب اگر یه درگیری بین یه درگیری در ایران بشه، ایران با مثلا اتحاد شوروی یا یه درگیری دیگری، خب تکلیف این 40-50 هزار آمریکایی که در ایران هستن چی میشه؟ و میگه که هم دولت جدید نگران حضور این تعداد آمریکایی‌ها در ایران هستش و هم برخی از اعضای کنگره. اینو خبرنگار شیکاگو تریبیون به شاه میگه. شاه هم که حالا دیگر به اندازه کافی از این تغییرات نگران شده و کار به استخوانش رسیده، به خبرنگار شیکاگو تریبیون میگه که آنچه مایلم، این نقل قول مال این حرفای خود شاهه، میگه آنچه مایلم برای افکار عمومی آمریکایی‌ها عنوان کنم این است که آیا شما معاهده دو جانبه ای را که با ما بسته اید را قبول دارید یا خیر؟ شما انواع اقسام معاهده با ما دارید، پیمان با ما دارید، شاه داره به آمریکایی‌ها میگه. اگر به آنها احترام میگذارید که باید در هنگام وقوع حمله به ایران از جانب کشور کمونیستی یا کشوری که از کمونیستا الهام میگیرد، شما باید در کنار ما بایستید. بنابراین چه فرقی میکند که نظامیان آمریکایی در ایران باشند یا نباشند؟ این رو به نقل از روزنامه رستاخیز 24 آبان 1356. میفهمی شاه چی داره میگه دیگه؟ میگه که مهم نیستش که 40 هزار تا آمریکایی، 30 هزار تا آمریکایی در ایران باشند یا نباشند. بابا جون، ما با شما یه تعهداتی داریم، شما در قبال امنیت ما یه وظایفی دارید، یه تعهداتی دارید، ما یه تعهدات دو جانبه با شما داریم در قبال این که اگر اینا مورد حمله یه کشور کمونیستی قرار بگیره یا یه کشوری که حالا ملهم از افکار و عقاید کمونیستی هستش، شما تعهد دارید که باید مثلا چه میدونم دفاع بکنید از ما. چه مستشارهای آمریکایی، سربازهای آمریکایی، نیروهای نظامی آمریکایی، چه در ایران باشن چه نباشن. مگه که شما بگید آقا شما اون تعهداتی که قبول نداریم، 25 سال ما این تعهدات رو داریم با شما، سالها هستش ما این تعهدات رو با شما داریم، ما میخوایم اینا رو لغو بکنیم. ما نسبت به ایران اعلی حضرت هیچ تعهدی نداریم. شاه میگه که پس بگین آقا شما نسبت به ایران هیچ تعهدی نداریم. اتحاد شوروی حمله کرد، هر کشور دیگری حمله کرد، به ما مربوط نیست، شما هیچ تعهدی نسبت به شما نداریم. این فقط شاه نیست که به تدریج با زبان بلندی دارد نسبت به تغییراتی که فکر میکند در از نظر سیاست خارجی در دولت جدید آمریکا به وجود آمده اعتراض میکند.
اردشیر زاهدی سفیر ایران در واشنگتن هم مشابه نگرانی های شاه را به آمریکایی ها ابراز می نماید. با این تفاوت که لحن شاه گلایه‌آمیز است، اما لحن اردشیر زاهدی تهدیدآمیز می شود. سفیر ایران در آمریکا به آمریکایی‌ها هشدار می‌دهد که اگر در تعهدات خودتان نسبت به ایران تجدید نظر نکنید، در آن صورت ممکن است بازار پرسود صادرات تسلیحات آمریکا به ایران را از دست بدهید. اینم من خدمتتون عرض بکنم که چیزی که زاهدی میگه مطلب مهمیه. چرا؟ برای اینکه در سال 1356 ایران محمد رضا شاه پهلوی یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات نظامی از آمریکا بود. زاهدی چی داره میگه؟ شاه میگفتش که تعهداتتون چی میشه نسبت به ما؟ زاهدی یه قدم اومده جلوتر میگه که اگر شما زیر این تعهداتتون بزنید، اون وقت ما بلدیم با اتون چی کار بکنیم. ما اون وقت این بازار پرسود اسلحه‌ای که ما برای شما هستیم، ما اون وقت میزنیم زیر این بازار اسلحه. بنابراین فکر نکنیم که شما هر کاری دلتون خواست میتونین بکنین. اینو زاهدی داره میگه، نقل قول از صحبت‌های زاهدی. آمریکا، زاهدی داره میگه این رو، میگه آمریکا ممکن است بازار چندین میلیارد دلاری ایران را از دست بدهد و تنها به شرطی میتواند این بازار را حفظ کند که متوجه نیازها و خواسته های ایران شده و آنها را درک کند. در غیر این صورت، یعنی اگه شما آمریکایی نخواهید نیازهای ما را درک بکنید، رقبای آمریکا جای این کشور را در تجارت پرسود تسلیحاتی با ایران خواهند گرفت. اینو زاهدی میگه به نقل از روزنامه اطلاعات، هفتم خرداد 56. نگرانی اصلی شاه پیرامون مسئله حقوق بشر از سوی دولت جدید آمریکا بود. شاید او نیز همانند بسیاری دیگر از رهبران جهان، اعم از متحدین یا مخالفین آمریکا، در ابتدا بر این باور بود که تأکیدات کارتر بر روی حقوق بشر یک تاکتیک تبلیغاتی بوده و به تدریج که او در کاخ سفید قرار بگیرد و با واقعیت‌های سیاسی جهان روبرو شود، مجبور خواهد شد که از موضوعات حقوق بشر، دموکراسی و در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی در سیاست فاصله بگیره. تصور شاه این بودش که خب الان جیمی کارتر تو دوران انتخابات یه چیزی میگه، همه نامزدهای انتخاباتی چه در آمریکا چه در جاهای دیگه توی مبارزات انتخاباتی وعده بهشت میدن، وعده های خیلی عالی میدن، ولی وقتی که وارد کاخ ریاست جمهوری میشن، اون وقت واقعیت ها هستش که در مقابلشون قرار میگیره. تصور شاه این بودش که خیلی خوب جیمی کارتر یه چیزایی در مورد حقوق بشر رو نمیدونم احترام و عزت و اینا میگه،
ولی وقتی که وارد کاخ سفید شد متوجه میشه که این رژیم اون رژیم مجبور هستن برخی اقدامات تند و رادیکال رو انجام بدن، چه اگر ندن چه میدونم مثلا امنیت اون کشور به خطر میفته و امنیت اون کشور اگه به خطر بیفته اون کشور یه متحد بسیار مهمه برای آمریکا هستش، حالا چه در خلیج فارس، چه در شاخ آفریقا، چه در وسط آفریقا، چه در آمریکای لاتین، و امنیت اون کشور که متحد آمریکا هستش اگر به خطر بیفته این به اصطلاح به نفع آمریکا نیستش. این واقعیت ها باعث میشه که جیمی کارتر دیگه اون ساک اون کیف که توش حقوق بشر هست اون همونجا قبل از وارد کاخ سفید اون در بیاره همونجا بذاره و تا حالا بعدن یه وقت دیگری. اما مشکل از اینجا شروع شد که بعد از مستقر شدن در کاخ سفید کارتر و دولت مردانش با همان لحن و تأکید دوران انتخابات از حقوق بشر و جایگاه ویژه آن در سیاست خارجی آمریکا سخن می‌گفتند. ساکر با خودشون حالا برداشتن و بودن تو کاخ سفید، تبلیغات نبوده که فقط دوران انتخابات بگن. مشکل شاه فقط این نبود که رهبر رژیمی بود که در رسانه‌های غربی و در افکار عمومی غربی‌ها به عنوان یکی از متحدین آمریکا به شمار می‌رفت که پرونده بسیار نامطلوبی در زمینه حقوق بشر داشت. شاه بگی که حقوق بشر مثلا در ایران خیلی هم بد نیست شو اینا، اولا هیچ کشوری نمیگه که پرونده حقوق بشر در کشور ما خیلی خرابه. رهبر هیچ کشوری نمیگه که پرونده ما در زمینه حقوق بشر خرابه. همشون میگن که نه این مثلا دشمنان دارن این کارا رو میکنن، نمیدونم به تبلیغات غربی ها هسته، شما خواستیم مستقل باشیم، شما خواستیم از درآمد نفت دفاع بکنیم، به خاطر اینی که دارن از ما انتقاد میکنن. اگه ما نوکر بودیم، اگه ما غلام حلقه به گوششون بودیم، از حقوق بشر ما ایراد نمیگرفتن. خب منتها مشکل شاه این هستش که درستی که شاه میگه که حقوق بشر مسئله خیلی جدی نیست، ولی واقعیت هم بر این هستش که به هر حال این مسئله مطرح شده. ایران به عنوان یکی از ناقضین حقوق بشر در مطبوعات غربی، در رسانه‌های غربی، در افکار عمومی غربی داره مطرح میشه. حالا شاه بگه به خاطر نفته، به خاطر غیره، به خاطر زغال سنگه، به خاطر حسادت غربی ها هستش، بالاخره این داره مطرح میشه و شاه یه متحد خیلی جدی آمریکاییام هستش. خود شاه همانطور که دیدیم اتهام نقض حقوق بشر علیه رژیمش را قبول نداشت. کی قبول داره؟ کدام رهبر رژیم قبول داره که وضع حقوق بشر ما نامطلوبه که شاه دومیش باشه؟ و آن را بخشی از توطئه غربی ها علیه رژیمش میدانست. اما به هر حال شاه این را هم میدانست که صرف نظر از آن که انتقادات غربی ها از وضعیت حقوق بشر به کدام انگیزه ها صورت می گرفت، واقعیت آن بود که وقتی پای کشورهای ناقض حقوق بشر به میان می آمد، ایران در صدر جدول قرار می گرفت. می فهمین چی دارم میگم دیگه؟ اینکه به کدام انگیزه غربی ها دارن از حقوق بشر انتقاد میکنن، وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد میکنن، به هر انگیزه‌ای که دارن انتقاد میکنن، به خاطر نفت، به خاطر اینه، به خاطر اونه، بالاخره دارن انتقاد میکنن. یعنی الان که سال 1356 وقتی که صحبت از حقوق بشر میشه و کشورهایی که ناقض حقوق بشر هستن و پرونده اصلا پرونده خوبی در رابطه با حقوق بشر ندارن، اگه 5 تا کشور رو بخوایم انتخاب، اگه 10 تا کشور رو بخوایم انتخاب بکنیم، ایران یکی از اون 10 تاست. برزیل هم هست، آرژانتین هم هست، عربستان هم هست،
یه سری کشورهای آفریقایی هم هستن، مکزیک هم هست، شیلی آگوستو پینوشه هم هست، اینا هم هستن، ولی خب ایران هم هست. و حالا 10 تا گفتیم انتخاب بکنیم، یکی از اون 10 تا ناقضین حقوق بشر ایرانه. ببینید 5 تا مگه میخواستیم انتخاب بکنیم، یکی از اون 5 تا میشد ایران. میدونید دیگه چی میخوام بگم دیگه؟ 3 تا مگه میخواستیم انتخاب بکنیم، یکی از اون 3 تا میشد ایران. دیگه حالا من میترسم بگم اگه یکی میخواستیم انتخاب بکنیم کی میشد. بنابراین به تدریج شاه داره متوجه میشه که سیاست حقوق بشر یک برنامه انتخاباتی یا تبلیغاتی سیاسی نبوده و همراه ساکنین جدید کاخ سفید وارد جهتگیری ها و مناسبات سیاست خارجی آمریکا شده. بگیم از بخت بد شاه، از بد شانسی شاه، بالاخره وارد کاخ سفید شده. فقط یه ابزار تبلیغاتی نبوده، خیلی جدیتر از اینها است. این 1-2 این که حالا که حقوق بشر وارد کاخ سفید شده، کشورهایی که سوء پیشینه دارن، کشورهایی که بد تعریف شده ان، کشورهایی که افکار عمومی در غرب اینها رو ناقض حقوق بشر میشناسد، چه شاه بخواد چه شاه نخواد، چه شاه دوست داشته باشه چه شاه دوست نداشته باشه، یکی از اون کشورها ایرانه. اگر نگفته باشیم که در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر در سال 1356 که این بحثا داره مطرح میشه، ایران هستش. بنابراین عقلن و منطقن شاه به این فکر میافتد که یک دست رنگ جدیدی، یه چیزی، یه کاری در رابطه با مسئله حقوق بشر در ایران و تصویر منفی و سیاهی که از حقوق بشر در ایران، از تصویر منفی که از حقوق بشر در غرب هستش، بیاد انجام بده. و به نظر من این انگیزه، این سرآغاز تغییر مهمی میشه یا تحول مهمی میشه یا سیاست مهمی میشه در ایران که از اواخر 55 اوائل 56 به نام فضای باز سیاسی در ایران به وجود میاد. و حالا انشالله در قسمت‌های بعدی به آثار این سیاست فضای باز سیاسی انشاءالله خواهیم پرداخت و اجالتاً شما رو به خداوند سبحان می سپارم.